خدایا واقعا، یعنی این مرد کی بود که همچین کارتی به من داد؟ یعنی میخواد که چی کار کنه؟ یعنی این بازی چیه که انقدر راجعش حرف زده؟ یعنی چه اتفاقی قراره بیفته وقتی من به این شماره زنگ بزنم؟ نمیدونم. پس به شما هم بگم که داستان از کجا شروع شد. همه چی از این مرد کثافت توی خیابون شروع شد. به من گفت یه بازی کنیم و سر بازی شرط ببندیم. هر کس بازی رو برد 100,000 تومان پول به اون یکی میده. منم که پول نداشتم خب قبول کردم. نیاز داشتم به این پول. اولین بار بازی کردیم و اون برد و یه چک زد تو گوشم. برای بار دوم بازی کردیم. بازم اون کثافت برد و یه چک زد تو گوشم. و اما بار سوم دیگه بازی نکردیم. اون به جای اینکه چک بزنه تو گوشم یه کارت به من داد و اون کارت کارتی که به من گفت تو رو خوشبخت میکنه. خب بچه ها، اگه یادتونه اون یه شخصیتی که کت شلوار داشت اومد به شخصیت اصلی فیلم یه کارتی داد و روی اون کارت یه شماره نوشته بود که قرار بود به اون شماره زنگ بزنه و بره وارد بازی شه. و بهتون یه فکت خیلی جالب همین اول فیلم میگم، اون شماره که پشتش نوشته بود شماره یه زن تاجره واقعی بود و بعد از اون که اون سریال پخش شد هزاران نفر به اون شماره زنگ زدن و اون خانم زن تاجر از نتفلیکس شکایت کرده و 100 میلیون دلار غرامت میخواد به خاطر اینکه شمارهشو کل جهان پخش کردن. به طور شانسی یه شماره نوشتن و شماره اون زن تاجر در اومده. من اگه صرفا کارگردان بودم حتما قبل از اینکه یه شماره رو توی فیلمی که احتمال داره حتی 10,000 نفر ببینن مثلا بگم بررسی میکنم ببینم من خودم اشتباه شماره سید والکورتی که از ویدیوم لو دادم. پیش میاد برای کارگردانی بزرگی خیلی پیش میاد. بچه من شماره سید لو دادم برای تو ویدیو خرید خوناشام. من توی سکانسش شماره سید والکورتی لو دادم و اصلا نبادم یادم میاد ولی یادم آمد. بریم سراغ تئوری. اصلا مهم نیست، همه کارگردانی بزرگ از این اشتباهات میکنن. خب بچه اگه یادتون باشه شخصیت اصلی فیلم وقتی داشت وارد مسابقه میشد با یه آدم کتشلواری وقتی پول نداشت برخورد میکنه و اون آدم کتشلواری بهش چی میگه؟ بهش میگه که اگه تو اسپویل آلرت، بچه از اینجای ویدیو به بعد کاملا اسپویل داره و ممکنه داستان فیلم لو بره. اگه داستان فیلم رو هنوز ندیدین حتما برید فیلم رو نگاه کنید بعدش برید ویدیو رو نگاه کنید. اگه یادتون باشه یه آدم کتشلواری وقتی اومد به شخصیت اصلی فیلم گفت که من با تو بازی میخوام بکنم، اگه تو بتونی با این ورق منو برگردونی من به تو 1,000 وون میدم. که اگه خب بعدش چی شد؟ بعدش دوتا کارت بهش داد، یک کارت آبی و یک کارت قرمز و اون کدوم کارت انتخاب کرد؟ شخصی اصلی فیلم کارت آبی رو انتخاب کرد. یه تئوری هایی هستش که میگه اگه اون کارت قرمز رو انتخاب میکرد به نگهبانا میپیوست، چون همونطور که دقت میتونید بکنید دوتا کارت، یکی کارتش آبی یکی قرمز و اونایی که کارت آبی رو انتخاب کرده بودن لباسشون توی بازی هم آبی بود و اونایی که کارت قرمز رو انتخاب کرده بودن نگهبانا بودن و نگهبانا همشون لباسشون قرمز بود. این یکی از تئوری جالب بود. اگه مثلا قرمز رو انتخاب میکرد کلن کل داستان و پروسه این مسابقات و پروسه فیلم کلن عوض میشد یا اصلا میتونست انتخاب نکنه و فیلم هم بوده تموم شه. خیلی این تئوری جالبه. نگاه کنید اون کارت رو اگه قرمز انتخاب کرد به عنوان گارد ها و نگهبان اونایی که ماست بشن وارد فیلم میشد، ولی کارت آبی رو انتخاب کرد و به عنوان یه پلیر و یه بازیکن وارد فیلم شد. اما تئوری بعدی چی میگه؟ تئوری بعدی از این تئوری هم جالب داره. حالا میخوام شما رو ببرم به قسمت آخر سریال. همونطور که یادتونه وقتی که شخصیت اصلی فیلم اومد بیرون موهاشو قرمز کرد، رفت آرشگاه موهاشو قرمز کرد، میتونیم فکر کنیم که دوست داشت قرمز کنه یا میخواست به خودش این اجازه رو بده که آزادانه هر انتخابی که داشته باشه بکنه، چون قبلش تو زندگیش یه خورده ترسایی داشته مثل همه ما که یه سری ترسایی تو زندگیمون داریم، ولی گفت میخوام ترسامو بذارم کنار رو یه رنگی رو انتخاب کنم که دوست دارم. ولی اینجا به مغز مریض من چه چیزی میرسه؟ رنگ قرمز. همونطور که میدونین وقتی موهاشو قرمز کرد که اصلا بهش نمیومد، وقتی اومد بیرون گوشیو برداشت و دوباره زنگ زد به بازی. این به ما یه چیزی میگه، یعنی که اگه فصل دوم اسکوید گیم ساخته بشه یه جورایی ممکنه که به عنوان سرباز بخواد تو قسمت بعد یا تو فصل دو وارد بازی بشه. این خیلی تئوری جالبی بود. بچه ها یه پیرمردی بود که شماره یک بازی بود و اولین باری که وارد اون زمین بازی شد باش رو در رو شد. اون پیرمرد رو میتونم بهتون یه داستان جالبی برایش بگم. اگه بهتون بگم اون پدر شخصیت اصلی سریال باشه شما چه فکری راجبش میکنید؟ بهتون میگم.
بهتون میگم چرا. اگه یادتون باشه تو یه سکانس وقتی داشت شیر میخورد گفت که من دل رودم درد میگیره و شیر هر وقت میخورم اذیت میشم. بعدش این پیرمرد بهش برگشت گفت لابد وقتی بچه بودی پدرت خیلی کتکت میزده. اونم میگه آره تو از کجا میدونی؟ میگه پسر منم این مشکل رو داشت. اما این اصلا مهم نیست. همونطور که میدونی تو کل فیلم هیچ داستان و هیچ پیش‌زمینی راجع به پدر شخصیت اصلی پیش نیومده و هیچ چیزی راجعش گفته نشده. کسی نمیدونه چیه از کجاست، فقط با مادر زندگی میکرد. اما تئوری همینجا تموم نمیشه. تئوری کجاش جالب میشه؟ تئوری اصلی اینجا جالب میشه که میگن اون پیرمرده کل این داستان رو، کل این پروسه رو، کل این ماجرا و کل این قتل ها رو ساخته تا پسر گمشدهش رو پیدا کنه، چون حدس میزد که پسرش ممکنه فقیر باشه، چون احتمال میدم این شخص یه شخص پولداری بوده و وقتی مادرش رو ول کرده مثلا میدونسته که اونا تو شرایط مالی خیلی بدی قرار برن و پسرش ممکنه که تا ابد فقیر بمونه و شاید هم میشناخت که پسرش آدمی نبود که چه میدونم خودشو پولدار کنه. بخاطر همین یه مسابقه طراحی کرد مخصوص آدمای پولدار، مخصوص آدمایی که خیلی فقیرن و میخوان پولدارشن. بخاطر همین احتمال میاد که شاید پسرش بیاد اونجا. تئوری خیلی کثیفیه، یعنی من تئوری خورده باز کردم و به چه جاهایی داریم میرسیم. ببینید ممکنه به خاطر رسیدن به پسرش بیاد این همه کار بکنه، این همه قتل و این همه اتفاقات پیش بیاره تا فقط پسرش رو ببینه. و همونطور که میدونید تو قسمت اول همون اول خیلی سری با هم ارتباط برقرار کردن و خیلی سری با هم رفیق شد. نمیدونم تئوری جالبی، اگه به نظرتون تئوری ممکنه واقعی باشه حتما تو کامنت ها بگید. خیلی ها میگن تئوری واقعیه ولی به نظر من احتمالش خیلی زیاده. حتما تو کامنت ها بنویسین. راستی تا اینجا که من چیزی نگفتم حتما سابسکرایب کنید، اگه تا اینجا ویدیو نگاه کردین لایک کنید، اینستاگرام من که اینجا میاد حتما فالو کنید تا با خانواده بزرگ ما بپیوندید. چیزی به 100 کی نمونده، فقط و فقط 80 کی مونده. اینستاگرام من عمو فزیت میره سابسه حتما میره. خب یه تئوری دیگه هم راجع به سریال هستش. یادتونه تو قسمت آخر فیلم بیا وقتی اومدن با ماسک خوک و با ماسک گوزن و شیر و اینجور چیزا اومدن داشتن نگاه میکردن سریال رو داشتن لذت میبردن؟ راستش این تئوری من زیاد چه میدونم واسه من جذاب نیست ولی بهتون میگم. یه تئوری هست که میگه وی آی پی های اصلی مایم، بینندگان اون سریال. چرا؟ چون ما هم داریم اون سریال رو نگاه میکنیم و ازش لذت میبریم. به نوعی میشه گفت وی آی پی ها مایم، اون چند نفری که اونجا بودن یه سری از ما بودن که رفته بودن اونجا. من نمیدونم، یه تئوری خیلی عجیب غریبیه. خب یه سری افرادی هستن که دارن از دیدن سریال لذت میبرن، خب ما هم داریم از دیدن سریال لذت میبریم، پس ما هم میتونیم وی آی پی ها باشیم به نوعی. خیلی تئوری سمیه. خب بچه‌ها یه سری تئوری‌ها راجع به اسکوید گیم تا حالا بهتون گفتم. کدومش اصلا بیشتر دوست داشتین؟ کدومش رو قبول داشتین و کدومش رو قبول نداشتین؟ آیا اصلا کلا این فیلم رو نگاه کردین و یا نه؟ و اگه می‌خواید نگاه کنین من حتما میتونم توی کامنت‌ها بهتون یه شبکه‌ای بگم که بتونین راحت نگاه کنین و اذیت نشین، چون سایت‌های دانلود فیلم خیلی‌هاش مشکل داره در حال حاضر و براتون سخته شاید. ولی من میتونم اگه درخواستشو کنین توی کامنت اول پین می‌کنم توی کامنت‌ها که از کجا میتونین این فیلمو نگاه کنین. عاشقتونم بچه‌ها. راستی اگه دوست دارین من به سبک خودم یک بار وارد اسکوید گیم بشم با اون داستانو با چند تا فکر کنم دوست از رفقام نیازه که بیان انجام بدیم و بریم اونجا چند نفر بیاریم یا همین سناریوی پیاده کنیم و واقعا وارد اسکوید گیم بشیم حتما تو کامنت ها بگین. بچه‌ها یه چیز دیگه هم بگم، دلیل این که من اکثر کامنت ها رو جواب نمیدم تازه که بخاطر اینکه من به شدت دارم فوش میخورم، به شدت دارم هیت میشم. بخاطر همین راستش دوست ندارم بیان لای کامنت های خوبی که شما میذارین هم این وسط متاسفانه میره، چون من وقتی میام جواب بدم خب یه دونه کامنت دو کسی که دوستش دارم و خب لایک میکنم و جواب میدم معمولا و 10 تا کامنت کسایی که از من بدشون میاد. زیاد ناراحت نمیشم صرفا از این بخاطر اینکه از من بدشون میاد، ولی بخاطر همین دوست ندارم همیشه در حال جواب دادن کامنت ها باشم. یک روزی که وقتی مثلا چه میدونم حوصله‌اشو دارم میمونم با خیال راحت جواب میدم و حتما کامنتتون رو جواب میدم، صرفا حتما. به هر حال مرسی بچه ها، مرسی که ویدیو نگاه کردین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، سابسکرایب هم بکنید، کامنت هم بذارید و یه بار دیگه میگم اگه دوست دارین سناریو اسکوید گیم رو به صورت فیلم توری به سبک خودم و همونطور به سبک داستانی و سناریویی بهتون میگم، همونطور که ویدیو خرید از دارک وب میسازم بسازم، حتما تو کامنت ها به من بگین تا بتونم براتون درستش کنم. به نظرم خیلی باحال میشه، ایده خیلی خوبیه.
تو کامنت ها بگین دیگه. خلاصه که ببخشید راحتمو عاشقتون. دمتون گرم و اینستاگرام منو فالو کن. خدایی تا اینجا ویدیو نگاه کرد اینستاگرام من که اینجا میاد حتما فالو کن. عاشقتم، دوستت دارم، خدافظ.